و خبر اخیر از کشور این که شمار از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از روند قرارداد و استخراج معادن در کشور میگویند در برخی قراردادها حتی منافع ملی در نظر گرفتن نشده است. اعضای کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان متن قوانین معادن و نفت گاز را در مغایرت با قانون اساسی و برخی قوانین دیگر میخوانند و خواهان تصویب یک قانون جدید در این بخش اند. با این حال وزیران تجارت و اقتصاد میگویند که قرارداد معادن افغانستان نباید با عجله صورت گیرد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد. کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان از عقد قرارداد و روند استخراج برخی معادن در کشور سخت انتقاد می‌کنند. عقد قرارداد به صورت شتاب زده و بدون در نظر گرفتن منفعت دولت افغانستان، شفاف نبودن روند برخی این قراردادها و خلاها در دو قانون، قانون معادن و نفت و گاز، از نگرانی‌هایی است که این اعضای مجلس بر آن اشاره می‌کنند. دو تا قانونی که عملا مریول اجراست، قانون معادن افغانستان و قانون هیدروکاربن ها یا نفت و گاز، هر دوی از قانون جوابگوی وضعیت موجود معدنکاری افغانستان نیست و در این کمبودی ها و نراسایی ها داره. حتی در بعضی حالات ها خود قانون ها در تضاد با قانون اساسی و با سایر قوانین دیگه قرار داره. ما در بعضی مسائل هنوزم گیج هستیم که امی شتاب زدگی قراردادهای معادن افغانستان چقدر به نفع کلان ماست یا به نفع ملی افغانستان است. ما تشویش ما برای است که معدن آن آجگر تقریبا به ریالیتی 6% قرار است وزارت معادن اونا را به قرارداد بسپارند که در برابری 6% ریالیتی معدن زغال سنگ در صوف آهک ما، آب ما و ای که محیط زیست ما چقدر آسیب میبینن، مردم ما چقدر آسیب میبینن. این کمیسیون در نشست روز سه‌شنبه وزیران اقتصاد، تجارت و شمار از مسئولان وزارت معادن را با شمول برخی از کارشناسان اقتصادی فراخوانده بود. آنچه وزیران اقتصاد و تجارت در پیشنویس قانون جدید معادن از آن انتقاد میکنند، اکتشاف و استخراج معادن از سوی تنها یک شرکت میباشد. وزیران اقتصاد و تجارت خواستار ایجاد کمیسیون تخصصی افغانی برای معادن افغانستانند و میگویند که باید وزارت معادن ظرفیت را برای اکتشاف معادن پیدا کند. یک کمیسیون متخصص معادن که افغانی باشه، مردم متخصص افغانستان باشه، که اونا اول نظر تخصصی خود بده و بعدا بیای به کمیسیون که ما روی ازو بحث کنیم. راجع به سرعت این خواهد قرار داد، من بالکل مخالف استم. این بر احساس سرعت هیچ نشوه. ما سال اگه یک دو قرارداد کلان امضا کنیم اونمو کفایت میکنن. در این کمیته ما رسیدگی کرده نمیدانیم به این اندازه. باید ما به دقت کل چیزها رو بخوانیم. باید در آخرین تحلیل وقتی قرارداد نوشته میشه، باید اونم قرارداد هر عضو اینمی کمیته باید بخوانه. مسئله جدا بودن اکتشاف و استخراج در خود متن قانون که فعلا وجود داره یک از نگرانی ها یا عدم دلچسپی هایی است که سرمایه گذارا در بیشتر کمتر دلچسپی نشان میدن وقتی که این مسئله مطرح باشد. ریاست سایر مدن های بود، ریاست سایر مدن سابق نیست، ریاست سایر مدن با ظرفیت است. ما لابراتوار ما فعال است، انجینرهای ما فعال است، کار میکنیم با دونورهای خارجی، انجینرهای ما هم کار میکنیم. کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان میگوید اگر قرارداد معادن با عجله صورت گیرد، چالش هایی را برای حکومت بعدی به وجود خواهد آورد. این هم مطلب از اقتصادی. در تخریب کارخانه های بزرگ تولیدی افغانستان دست های منطقه وجود دارد. تاجران و سرمایه گذاران در افغانستان هشدار می دهند اگر حکومت پارک های صنعتی و تولیدی را از وجود انبارهای مختلف که برای نیروهای نظامی فعالیت دارند پاکسازی نکند، صنعتکاران دست از کار بر می دارند. مسافر قوقندی گزارش می دهد. پس از حمله انتحاری روز دوشنبه بر یک دفتر خارجی ارائه کننده خدمات به نیروهای نظامی، بخش خصوصی در افغانستان میگوید که برخی ها در پس این حمله اهداف دیگر را نیز دنبال میکنند. با باور شماری از سرمایه گذاران و صنعتکاران در کابل، ضربه زدن به تولیدات داخلی از هر راه ممکن یکی از خواستهای مهم کشورهای همسایه است. در این جای شک نیستم که اجانب منطقوی در می کارا دست دارند و وا نمی خواهند که صنعت ما با پیش برن. دشمن ما نمی خواهند که ما با پای خود استاد شویم. دولت ما با این نزاکت چرا نمی فهمند؟ ای باید درک بکنند که در اینجا دست اجانب است و دست خارجی است.
چطور در یه طور یک فابریکه تولیدی که تقریبا 95% ضرورت وطن خود برآورده ساخته همی فابریکه را از بین میبرند. همزمان با این انجمن صنایع افغانستان هشدار میدهد که اگر حکومت پارک های صنعتی کابل را از وجود انبارهای مواد سوختی و خدماتی نیروهای نظامی پاکسازی نکند، آنان از کار دست خواهند کشید. ما از رئیس جمهور، از مسئول امنیتی، از وزارت داخله، از کل مرجع میخواهیم که جدی توجه کنند. اگر خدا نخواسته مشکل حل نکد، در سرتاسری عالی اتحادی، سرتاسری افغانستان، یک با کابل چه نداره، با کل افغانستان با یک آواز، با یک صدا میگیم که فابریکی خدا بند کنند. این انجمن میگوید در حمله انتحاری روز گذشته در پارک های صنعتی یک کارخانه نوشابه سازی به کلی تخریب شده است. بر اساس ارقامی که از سوی این انجمن به نشر رسید، کارخانه متذکره بیش از 10 میلیون دلار خساره مند شده است. مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه را گروه طالبان بر عهده گرفتند و هدف آن را یک شرکت خدماتی به نیروهای خارجی خواندند. سلام به شما بیننده های ارجمند و با تشکر از تمامی همکارانم هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین -1. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 0. و مزار شریف فردا نیمه ابری می باشد، بلندترین درجه حرارت 6، پایینترین 0. جلال آباد نیز فردا آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 4. و در اخیر قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین 2 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش. با تشکر از عادل شیرزاده سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. شب خوش داشتید. اخبار